ویدیو یه چیزی که خیلی مهمه بعد از این کارتون رو انجام میدین و تموم میشه ذخیره کردن یا سیف کردن فایل‌ها هست که قراره تو این ویدیو بهتون آموزش بدم، پس همراه من باشید. درود، سارا هستم. طبق روال همیشه بهتون خوش آمد میگم و خیلی خوشحالم که در کنار شما هستم. بریم آموزش رو با هم شروع کنیم. قسمت سیف کردن فایل ها رو میخوام بهتون بگم. الان یه دونه آرتبورد ما، یک آرتبورد خالی هست و نه آبجکتی نه تکستی، هیچی داخلش نیست. من میام این قسمت، اینجا نوشته سیف کنترل اس. اگر کنترل اس روی کیبورد رو بزنم همین صفحه خالی رو سیو میکنه. حالا من یه جا براش مشخص میکنم، مثلا روی دسکتاپ مشخص میکنم و اینجا مینویسم سارا اسکی. خب روی اولی خودش به صورت پیش فرض روی ایلوستریتور ای آی قرار گرفته، خب چون توی ایلوستریتور هستیم دیگه. من روی ای آی میخوام سیو بگیرم، روی اولی سیو میگیرم و بعد بقیه رو توضیح میدم و روی دسکتاپ این قسمت سیو رو میزنم. این پنجره Illustrator option برای ما باز میشه. قسمت اولی ورژن که هست، ببین ورژن 2020 اینجا زده و بقیه ورژن ها همجور که میاد پایین تر ورژنش پایین تر میاد. مثلا Illustrator CS3 هست و میاد پایین Illustrator 8 هست به همین صورت. شما وقتی که طراحی انجام میدین مثلا توی 2020 2021 اگر بیان روی حالا ورژن های پایین سیو بکنید، حالا بهتره که رو همون بالاترین ورژنی که دارین سیو کنید. مثلا توی این ورژن های پایین که سیو میکنید، موقعی که میخواین اون طرحتون رو توی حالا ایلوستریتور رو هر ورژن دیگه مثلا 2020 بازش کنید، یه سری آبجکت ها از بین میره یا یه سری آبجکت ها فلت میشه و این مشکلات هست و بهتره که روی بالاترین کیفیت و ورژن بالایی که روش کار میکنی روش سیو رو بزن که به حالت پیش‌فرض خودش روی 2020 اینجا زده و روی همین سیو رو انجام میده. این قسمت قسمت آپشن Create PDF Compatible File هست. این چی هست؟ اینکه وقت این تیکش رو که زده باشی، موقعی که شما سیو رو انجام میدی، سیو ای آی رو انجام میدی، خودش پی دی اف هم بهتون سیو میکنه. و اینجا هم قسمت یوز کامپرشن هست. یوز کامپرشن یعنی در فشرده ترین حالت میاد فایلتون رو سیو میکنه، یعنی فایلتون رو میخواد بدونی که کیفیتش از دست بده. این قسمت اگر تیک زده باشی میاد حالت فشردهش میکنه که حجمش رو بیاره پایین تر و اینا هم تیک زده باشه که به صورت پیش فرض خودش تیک زده و شما دستش نزنید و در آخر اوکی رو اینجا میزنید. حالا ببینید الان این قسمت سیو رو که من انجام دادم، سیو از کلید میانبر شیفت و کنترل اس هست. اینم هم به همین صورت هست. ببینید تمام حالا سیف هایی که انجام دادم، ببینید روی دسکتاپ من یه سارا اسکی سیف کردم، همه مراحل رو سیف از این قسمت، قسمت سیف از مثل سیف هست. حالا سیف تفاوتش چی هست؟ اینکه وقتی من میام مثلا یه دونه رکتنگل اینجا میکشم، مثلا رنگ سبز میذارم، آره رکتنگل استروکش رو برمیدارم و یه دونه تکست هم اینجا مینویسم، مثلا سارا اسکی. خب این رو اینجا قرار میدم و اینجا شما میتونید از قسمت فایل سیو رو بزنید و کنترل اس روی کیبورد رو بزنید. الان روی همون طرحی که از قبل سیو کردیم این قسمت سیو شد و هر سری که شما دارین کار انجام میدین حتما کنترل اس رو بزنید که یه موقع فایلتون نپره یا مثلا فایلتون بسته بشه سیو رو انجام داده باشین که کلید میانبرش کنترل اس هست. دوباره من میتونم ببینم رو توی سیو از و از این قسمت از پی دی اف رو بهتون میگم. روی پی دی اف کلیک میکنم، موقعی که کلیک میکنیم اینجا دوباره یه گزینه سیو رو میزنم و این پنجره برای ما باز میشه. اداب پی دی اف پریست هست، به صورت پیش فرض خودش روی دیفالت هست. همینجور که از بالا نمیشه های کوالیتی پرینت به سمت پایین، بالای های کوالیتی بالاترین کیفیت پی دی اف رو برای شما سیو میکنه و اسمالست فایل سایز هم پایین ترین کیفیت رو سیو میکنه که حالا بستگی داره شما چه کاری رو میخواین سیو کنین. خب بهتره که های کوالیتی و بالاترین کیفیت رو اینجا شما بزنین و سیوش کنین که به صورت پیش فرض خودش روی این گزینه زده. این قسمتی که اینجا سمت راست داری میبینین، اگر روش کلیک بکنین سیف ادا پی دی اف سیتینگ از، یعنی شما، من کنسل رو میزنم، یه سری تنظیمات رو میان انجام میدین، یه سری کارهایی رو انجام میدین. وقتی بخواین یک تنظیمات اختصاصی برای خودتون داشته باشین میتونین اینجا نام بدین. مثلا من اینجا می‌نویسم سارا اسکی
و تنظیمات خاص خودم رو دارم. اوکی رو بذارم، تمام تنظیماتی که خودم انجام دادم اینو برای من سیو میشه که حالا من کنسل رو میزنم. وقتی که تنظیمات رو شما انجام میدین، این قسمت دیفالت که به صورت پیش‌فرض هست، اینجا اون اسمی که شما سیو کردین میاره و میتونید روش کلیک بکنید و طبق تنظیمات خودتون برید جلو. این قسمت آپشن تیک هایی که زده شده بذارید باشه، به صورت پیش‌فرض دستشون نزنید و اینجا سیو پی دی اف رو میزنید، به صورت پی دی اف هم برای شما سیو میگیرید که من الان بیان روی دسکتاپ میبینید که هم فایل ای آی رو داریم این بالا که روش کلیک کنم دوباره همون برای من باز میشه، ببینید دوتا الان باز کرد برای من، و هم فایل پی دی اف رو داریم. پی دی اف رو بزنید به صورت پی دی اف فایل رو بهمون داد. دوباره من میرم توی ایلوستریتور رو میبندم و میام تو قسمت فایل سیو از رو میزنم و از این قسمت رو ایلوستریتور ای پی اس میزنم. ایلوستریتور ای پی اس، ای پی اس یه فرمتی هست، فرمت برداری هست، یعنی توی هر نرم افزاری که شما بخواید یک فایلتون رو باز کنید اگر فرمتش ای پی اس باشه باز میشه و میتونید بهش سایز بدین و اون کارتون رو انجام بدین. که اگه من بخوام این سیو رو بزنم به صورت ای پی اس باشه، اینجا اوکی رو میزنم و میام روی دسکتاپ و الان میبینید که به این حالت، اگر من روش دابل کلیک کنم توی ایلوستریتور باز میشه و میتونید شما با کلیک درک کردن توی هر نرم افزاری، حالا چه فتوشاپ چه حالا هر نرم افزار برداری، اینو بتونید بکشید بیارید توی اون نرم افزار، میتونید بهش سایز بدین و اون طرحتون رو باز کنید. کارفرما از چند طریق سیو کردن فایل ها رو ازتون میخواد، یا به فایل اصلی AR رو میخواد، یا PDF میخواد، یا PNG میخواد، یا JPG میخواد، که همه اینا رو بهتون توضیح میدم و اینکه یک لینک هم اینجا بالا براتون قرار میدم، سیو کردن توی فتوشاپ به چه صورت هست. اگر دوست داشتین میتونید ببینید، ادامه ویدیو رو ببینید. میرم تو قسمت فایل سیو از رو میزنم و از این قسمت نوشته ایلوستریتور تمپلیت AIT. برای کارهایی که میخواییم با تمپلیت کار کنید، موقعی میخواییم سیو کنین این گزینه رو میزنید. مثلا من الان اینو کنسل میکنم، میام تو قسمت فایل این قسمت نیو فرام تمپلیت رو میزنم. ببینید این قسمت تمپلیت ها هستن که این رو قبلا ویدیوش رو ساختم، لینکش رو بالا سمت راست میذارم. این تمپلیت ها هستن، مثلا شما میخواین یکی از این تمپلیت ها رو باز کنید، مثلا یه بروشور رو میزنید، ببینید بروشورایی که اینجا انجام دادین حالت تمپلیت هست. شما اگر بخواین یه تمپلیت مخصوص خودتون، یعنی یه تمپلیت یه قالب اختصاصی برای خودتون داشته باشین، مثلا یک بروشور خاص خودتون رو طراحی میکنین و برای اینکه بخواین همین تمپلیت رو برای همیشه برای خودتون داشته باشین، میتونید میان تو قسمت فایل و این قسمت سیو از تمپلیت رو بزنید. موقعی که میزنید میتونید اینجا اس بدید، مثلا من یک قالب بروشور مخصوص خودم دارم، اینجا می‌نویسم سارا اسکیل و تمپلیتمو اینجا سیو میکنم. سیو رو بزنین سیو میشه. و یا دوباره تو همون قسمت فایل که برین سیو از رو که بزنین، این قسمت میشه ایلوستریتور تمپلیت، روی تمپلیت کلیک میکنید و این حالا تمپلیت های پیش فرض که اینجا هست، شما میتونید تمپلیت خاص خودتون رو مثلا به اسم سار اسکیل اینجا سیو کنید. موقعی که سیو میکنید توی کنار این تمپلیت ها سیو میشه و قالب خاص خودتون رو دارین، که من کنسل رو میزنم. میام دوباره تو قسمت فایل سیو از رو میزنم و گزینه بعدی SVG هست که در آینده در مورد SVG توضیح خواهم داد، و بعدی SVG کامپرس هست که فایلتون رو فشرده میکنه. اینجا به صورت، یعنی موقعی که بخواید فشرده بشه یا به حالت زیپ باشه، حجمش رو بخواید بیارین پایین، روی کامپرس میزنین که حالت فشرده رو داره. میام تو قسمت فایل، این قسمت سیو کپی آلت و کنترل اس هست. روی سیو کپی کلیک بکنم خودش اینجا می نویسه سارا اسکیل کپی، یعنی یه دونه کپی ازش میگیره. حالا اینجا هم عین همون قبلی سیو از هست، همه اینایی که اونجا بود اینجا هم قرار داره، فقط کپی میکنه، سیو کپی داره و شما میتونید حالا میخواین AI سیو کنی، PDF سیو کنی، هر کدوم از اینا رو سیو کنید، اینجا یه دونه کپی میگیره. خب حالا اگر میخواین به صورت JPG سیو کنیم، اینا همه اینایی که من اینجا بهتون گفتم روی سیو از که زدیم همشون به صورت حالا AI لایه باز هست، EPS و PDF، اگر بخواین JPG رو داشته باشین، برای مثال من میام یه دونه رکتنگل اینجا میکشم، خب خارج از این آرت بردم، و یه دونه الیپس هم برای مثال مثلا اینجا میکشم، رنگش رو اینجا مثلا تغییر میدم.
میبینید داخل آرتبورد من، اگر روی آرتبورد کلیک کنم، داخل آرتبورد من این نوشته و این کادر سبز هست با این دایره قرمز و یه دونه کادر آبی هم بیرون از کادر دارم. اگه بخوام سیف جی پی جی بگیریم، باید بریم تو قسمت فایل اکسپورت و این قسمت اکسپورت از رو بزنیم، چون اگر بخوایم بریم توی سیف از، اینجا فایل جی پی جی رو ندارید. پس میام تو قسمت فایل اکسپورت و اکسپورت از رو میزنه و الان اینجا تمام فایلایی رو که میخواین اینجا دارید. روی پی ان جی هست و روی بقیه فایلا. من روی جی پی جی کلیک میکنم، میخوام به صورت جی پی جی باشه. روی دسکتاپ هم کلیک میکنم به همون اسم ساره اسکیل. ببینید حالتش حالت جی پی جی هست. حالا قبل از اینکه من بخوام تیک یوز آرتبورد رو بزنم، این رو فعلا بهتون بگم به چه صورت سیو میشه. اکسپورت رو اینجا میزنم، این قسمت کالر مود رو میتونید روی حالا تغییر بدیم، مثلا میخوایم به حالت سی ام وایکی باشه، گری اسکیل باشه، هر کدوم از اینا که من روی آر جی بی میزنم. قسمت کوالیتیش رو هم اینجا خیلی باید دقت داشته باشین که حتما کوالیتیش رو برای اینکه کیفیت بالایی داشته باشن رو آخر روی 10 بزنین که ماکسیمم هست، و اگه بخواید کمتر باشه روی لو میزنین که روی 1 هست، روی های 6 هست و شما اینطور میتونید تا آخر بیارید. قسمت آپشن هم اینجا به صورت استاندارد هست و اپتیمایز روی استاندارد میزنید به صورت استاندارد بشه. رزولوشن اینجا میتونید تغییر بدین که حالا اگر بستگی به سایزتون داره، سایزتون اگه در سایز بزرگ باشه مثل بنر و تابلو بیلبورد باشه روی 72 پی پی آی میزنید، و اگر یک سایز های کوچیکتر باشه مثل کارت ویزیت و بروشور روی 300 پی پی آی میزنید که حتما روی 300 باشه که کیفیتش از دست نده. و اینجا میدونم اوکی رو میزنم. الان برم توی دسکتاپ، میبینید که طرح من به این شکل اومد سیف شد. ببینید هم سبزه و هم این دایره که اینجا داشتیم و هم آبی اینجا رو به این صورت سیو گرفت. خب ببینید من الان این طرح رو نمیخوام سیو بگیرم و فقط میخوام داخل آرتبورد من سیو باشه، حتی این دایره هم این قسمت میخوام سیو باشه، به بیرونش کاری ندارم. وقتی که من اومدم اینجا توی قسمت اکسپورت از رو زدم، جی پی جی رو زدم، ببینید کل آرتبورد، یعنی هر چی که شما اطراف این آرتبورد داشته باشین سیو میکنه. اما اگر اینجا یوز آرتبورد رو بزنید، تیک یوز آرتبورد رو حتما باید بزنید. موقعی که بزنید و اکسپورت رو بزنید و مراحل رو حالا انجام بدید و اوکی رو که بزنم، الان من برم توی دسکتاپ، میبینید که طرحم رو میبینید الان دقیقا همونی که توی آرتبوردم داد سیو کرد. این قبلیه هست که بدون اون تیک بود کل آرتبورد، یعنی کل اون حالا این فضا رو گرفت. اما اینجا وقتی که اون تیک یوز آرتبورد رو بزنید، فقط داخل این آرتبورد رو سیو میگیره که حتی دایره هم اینجا میبینید کات خورده، به این صورت سیو میگیره. دوباره میرم تو قسمت فایل اکسپورت و اکسپورت از رو میزنم، تیک اینجا رو میزنم که توضیح بدم اینا چی هستن. آل و رنج. آل اگر شما مثلا چند تا آرتبورد داشته باشید، من یه آرتبورد اینجا میام میزنم که یه دونه دایره توی جفتش اینجا افتاده و مثلا یه دونه پلیگان هم اینجا قرار میدم، رنگش رو مثلا روی رنگ زرد قرار میدم. ببینید شما الان دوتا آرتبورد دارید. من اگه روی آرتبورد بزنم، آرتبورد یک، آرتبورد دو، میام تو قسمت فایل اکسپورت و اکسپورت از رو میزنم، اینجا تیک یوز آرتبورد رو میزنم، اینجا نوشته آل و رنج. اگر روی آل قرار بگیره، جفت این آرتبورد ها رو سیو میگیره که اگر من اکسپورت رو بزنم، اوکی رو بزنم، حالا ریپلیس جای این اولیه میشه، اشکال نداره، ریپلیس رو میزنم و الان میبینید این دوتا رو که ببندم، ببینید دوتا، این یه دونه آرتبورد یک هست، این یکی هم آرتبورد دو هست. الان من اینا رو چسبم، ببینید دقیقا این دوتا آرتبورد رو سیو گرفته. یا شما نمیخواین آرتبورد یک رو داشته باشه و فقط میخواین آرتبورد دو رو سیو کنیم، به جای اینکه بخوام حالا اینو حذفش کنیم، میرم تو قسمت فایل اکسپورت و اکسپورت از رو میزنم، یوز آرتبورد رو میزنم و روی قسمت رنج کلیک میکنم، اینجا عدد دو رو بهش میدم، چون آرتبورد من اینجا آرتبورد دو هست، عدد دو رو میدم و اکسپورت رو میزنم. بذار من کنسل رو بکنم، بیام اینجا این دوتا رو ببندم و اینا رو پاک کنم که متعجب بشین. دوباره میام اینجا، میام تو قسمت فایل اکسپورت، اکسپورت از رو میزنم و اینجا روی رنج عدد دو رو میزنم، آرتبورد دو رو فقط برای من جی پی جی بگیره، این یکی. اوکی رو میزنم و الان روی دسکتاپ که برم، میبینید فقط آرتبورد دو رو برای من اینجا سیو گرفت. اینم از جی پی جی سیو کردن که تو قسمت اکسپورت میریم، از اینجا سیو میکنیم و اگر بخوایم پی ان جی سیو کنیم، روی پی ان جی کلیک میکنیم که تمام اینا رو
در ادامه بهتون خواهم گفت. خب امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. اگر همینطور بوده لطفا لایک کنید و توی کامنت ها برام بنویسین که کارتون چی هست و بیشتر چه خروجی از کارتون میگیرین و برای کارفرما ارسال میکنین. خیلی دوستتون دارم. در آینده با یه ویدیو دیگه در خدمتتون هستم.